سلام بر شما خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته ای که گذشت با من فریبا شیرازی همراه باشید در نیم ساعت پیش رو با مروری بر مهمترین رخدادهای هفته گذشته در این برنامه نخست به واکنش ها به تمدید توافق هسته ای میان جمهوری اسلامی و قدرت های جهانی میپردازیم نگاهی داریم به جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و رای اعتماد مجلس به محمد فرهادی پنجمین وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم گزارشی داریم از نشست اخیر اوپک و در پایان نیز طبق روال برنامه بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه با من و شما خواهد بود با مروری بر آخرین رویدادهای ترکیه و منطقه با ما همراه باشید کشورهای پنجه به علاوه یک روز دوشنبه سوم آذر مهلت مذاکرات برای رسیدن به توافق جامع درباره برنامه اتمی ایران را به مدت هفت ماه تمدید کردند برخی از محافظهکاران منتقد دولت حسن روحانی تمدید مذاکرات و ادامه تحریم علیه ایران را به شکست سیاست خارجی دولت تعبیر کردند علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی گفت با تمدید مذاکرات هسته مخالف نیست و حسن روحانی جمهوری اسلامی را پیروز میدان خواند در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت تحریم های ایران در طول مدت تمدید مذاکرات ادامه خواهد داشت رئیس جمهور ایران ساعتی پس از آخرین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در وین که با تمدید مدت مذاکرات به پایان رسید، با حضور در یک گفتگوی تلویزیونی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت تردیدی در فعال ماندن فناوری و تأسیسات هسته ایران وجود ندارد و امروز طرفهای مذاکره باور دارند که فشار و تحریم در برابر ایران بی نتیجه است به گفته روحانی سانتریفیوش ها هرگز متوقف نمی شوند اما چرخ زندگی مردم نیز بهتر خواهد چرخید او همچنین تاکید کرد پیروز نهایی مذاکرات مردم ایران خواهند بود به گفته روحانی ایران منطق گفتگو و مذاکره را با جدیت و تا حصول به توافق نهایی ادامه خواهد داد او در ادامه گفت آنچه که امروز توافق شده بر این مبناست که شرایطی که از توافق ژنو تعیین شده بود برای چند ماه دیگر باقی بماند و فرصت ادامه مذاکره برای دستیابی به هدف و توافق نهایی وجود داشته باشد. در همین حال وزیر امور خارجه آمریکا نیز به کسانی که با تردید و بدبینی به مذاکرات نگاه می‌کردند پیام داد که در طول این مذاکرات هم ایران و هم غرب به تعهدات انجام شده در ژنو پایبند ماندند جان کری در نشست مطبوعاتی خود پس از پایان مذاکرات گفت از یک سو پایبندی ایران به تعهدات ژنو و از سوی دیگر تخفیف تحریمها. توسط غرب توانست به باسازی اعتماد میان طرفین یاری کند با این حال وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد در طول مدت تمدید مذاکرات تا ابتدای ماه ژوئیه سال آینده نظام تحریم ها همچنان پا بر جای خواهند ماند کری از کنگره آمریکا خواست تا از روند مذاکرات حمایت کند با پیروزی اخیر جمهوری خواهان در کنگره آمریکا فشارهای آنها بر دولت اوباما به دلیل مذاکره با ایران افزایش یافته است. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا پیشرفتهای واقعی و بسیار مهمی در طول مذاکرات حاصل شده اما همچنان بر سر برخی از مهمترین نکات اختلاف باقی مانده است. به گفته کری مذاکرات پیش رو نیست فقط به دلیل آنکه تمدید شدند آسان نخواهد بود و گفتگوهای دشواری در پیش است با این حال او گفت که ما در مورد جزئیات مذاکرات و طرحهای ارائه شده به هیچ وجه صحبت نخواهیم کرد تا بتوان این ایده ها را بدون تنش بررسی کرد کری مدت تمدید مذاکرات را هفت ماه خواند اما گفت طرفین باید ظرف چهار ماه بر سر کلیات توافق جامع مذاکرات سیاسی خود را به نتیجه برسانند به گفته جان کری در پایان چهار ماه اگر توافقی در خصوص عناصر اصلی حاصل نشود و مسیر روشنی وجود نداشته باشد در مورد ادامه مسیر تصمیم گیری خواهد شد. شب گذشته اعلام شد که مذاکرات میان ایران و گروه پنج به علاوه یک برای دستیابی به توافق جامعه هستهی برای هفت ماه دیگر تمدید شد و قرار است در این دوره بخش دیگری از دارایی‌های های مسدود شده ایران آزاد شود. بعد از تمدید مذاکرات هسته ایران با کشورهای پنج علاوه یک اتحادیه اروپا تعلیق برخی از تحریم ها علیه ایران برای مهار برنامه هسته را تمدید کرد. در همین حال اقساط پنجم و ششم از دور دوم آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران فاریز شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تایید کرد که اقساط پنجم و ششم از دور دوم آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران به حساب این بانک واریس شده است. این گزارش که در سایت بانک مرکزی ایران منتشر شده است میگوید که 500 میلیون دلار بر اساس توافق ایران و گروه پنج به علاوه یک از منابع بانک مرکزی در کره جنوبی به حساب این بانک در کشور عمان به عنوان قسط پنجم و مبلغ 400 میلیون دلار از منابع بانک مرکزی در هند به حساب این بانک در امارات در قالب قسط ششم واریز شد. با این حساب در قالب دور دوم آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران در خارج دو ممیز هشت میلیارد دلار در اختیار ایران قرار گرفته است. به این ترتیب طی یک سال گذشته دقیقا هفت میلیارد دلار از دارایی های ایران بر اساس توافق ژنو آزاد شده است. تاکنون کشورهای کره جنوبی، ژاپن و هند دارایی های مسدود شده ایران در این کشورها را در قالب تفاهم هسته‌ای ژنو آزاد کردند. اوایل سال جاری میلادی دولت آمریکا اعلام کرد که دارایی های بلوکه شده ایران در خارج احتمالاً حدود 100 میلیارد دلار است. تیرماه ماه امسال هم منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تایید کرد که همکنون 100 میلیارد دلار از دارایی های ایران در خارج بلوکه شده است و در صورت رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای آزاد خواهند شد. در همین راستا اتحادیه اروپا هم تعلیق برخی از تحریم ها علیه ایران برای مهار برنامه هستهیش را تمدید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل این تمدید شامل تعلیق ممنوعیت بیمه حمل و نقل دریایی نفت، معاملات طلا و بعضی نقل و انتقالات مالی است. بخش دیپلماتیک اتحادیه اروپا در بیانیه گفته است که 28 عضو این اتحادیه تعلیق تدابیر محدود کننده اتحادیه اروپا علیه ایران را تا سی جوان 2015 تمدید کردند. اعضای اتحادیه به شکل کتبی در این مورد تصمیم گیری کردند. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه گفت مذاکرات تمدید شده است. تعلیق تدابیر تنبیهی هم تمدید شدند. تعلیق تحریم ها شامل ممنوعیت بیمه و حمل و انتقال نفت خام ایران است که در سال 2012 به اجرا درآمد. این تصمیم همراه با تحریم خرید نفت باعث کاهش 50 درصدی صادرات این محصول توسط ایران شد. اتحادیه اروپا همچنین ممنوعیت داد و ستت طلا و فلزات گرانبها و محصولات پتروشیمی را معلق کرد و سقف نقل و انتقال پولی را که با سایر تحریم ها مرتبط نیستند افزایش داد اتحادیه اروپا این دسته از تحریم ها را نخستین بار پس از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به حال تعلیق درآورد این نهاد نظارتی سازمان ملل متحد گفته که ایران به توافق موقت نوامبر 2013 برای کاهش فعالیت های متعهد بوده است. تعلیق تحریم ها در ماه ژوئیه سال جاری با هدف هماهنگی با مهلت نهایی مذاکرات با ایران که تاریخ 24 نوامبر 2014 بود، بار دیگر تمدید شده بود. ایران و قدرت های جهانی روز دوشنبه سوم آذر نتوانستند در مذاکرات هسته و پایان دادن به دوازده سال بمبست به توافق برسند. این مذاکرات با توافق طرفین به مدت هفت ماه تمدید شد. پس از بیش از سه ماه از رأی عدم اعتماد به وزیر سابق علوم، تحقیقات و فناوری و رد چند وزیر پیشنهادی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام چهارشنبه پنجم آذر با اکثریت قابل توجه آرا محمد فرهادی، پنجمین وزیر پیشنهادی حسن روحانی رأی اعتماد دادند. جلسه رأی اعتماد البته با حاشیه‌های غیرمنتظره نیز همراه بود. در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه پنجم آذر که برای بررسی صلاحیت محمد فرهادی وزیر پیشنادی حسن روحانی برای وزارت علوم برگزار شد نمایندگان با 197 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع سرانجام به داستان دنبالدار و پرهاشیه انتخاب وزیر علوم پایان دادند. به این ترتیب محمد فرهادی که سومین گزینه پیشنهادی رئیس جمهور ایران به مجلس پس از استیزاه رضا فرجی دانا بود رسما به عنوان وزیر علوم تحقیقات و فناوری کار خود را در کابینه حسن روحانی آغاز خواهد کرد آقای فرهادی در حالی بر صندلی ریاست این وزارتخانه تکیه خواهد زد که پیش از او محمود نیلی احمد بودی و فخردین احمدی دانشاشتیانی نتوانسته بودند اعتماد نمایندگان را جلب کنند محمد فرهادی که 65 سال دارد پیش از این نیز تجربه وزارت در جمهوری اسلامی را داشته است او در دولت دوم میر حسین موسوی به عنوان وزیر فرهنگ و آموزش عالی و در دولت اول محمد خاتمی به عنوان وزیر بهداشت فعالیت داشته است آقای فرهادی در جلسه رای اعتماد خود خطاب به نمایندگان گفت قصد دارد در صورت به دست آوردن این سمت تحولی در علوم انسانی ایجاد کند حسن روحانی که برای حمایت و دفاع از وزیر پیشنهادی خود روز چهارشنبه به مجلس رفته بود، محمد فرهادی را فردی انقلابی، مؤمن، معتدل و معتقد به تحول در دانشگاه توصیف کرد و رأی اعتماد به وی را پیوند بسیار مبارکی میان دولت و مجلس خواند. آقای روحانی قبل از آغاز دفاع خود از محمد فرهادی از سایت و رسانه ها خواست تا رأی اعتماد نیاوردن وزرای پیشنهادی را به مسائلی منتصب نکنند که نتیجه آن اهانت به مجلس و نمایندگان باشد. آقای روحانی در ادامه سخنانش ایران را دارای یک دموکراسی ویژه خواند که غیر است و در دنیا کمتر دیده شده است. رئیس جمهوری ایران با اشاره تلویحی به میزان رأی خود در انتخابات ریاست جمهوری و حمایت مردم خطاب به نمایندگان گفت اگر اختلاف فرد برگزیده شده با نفر بعدی یک میلیون رأی بود میگفتیم این گفتمان ها به هم نزدیک است اما اگر گفتمانی رأی آورد که رأیش سه برابر نفر بعدی است یعنی 13 میلیون اختلاف دارد این نشان از این دارد که گفتمان نفر اول مورد تایید مردم است جلسه ی رأی اعتماد به محمد فرهادی البته بدون های غیر منتظر نیز نبود. یکی از این ها نطق علی متحری نماینده تهران در مخالفت با وزیر پیشنادی بود که به گفته وی در فتنه نقش داشته است. آقای متحری در سخنانش به ای اشاره کرد که میر حسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و شمار دیگر از فعالان سیاسی در سال 88 در اعتراض به برخوردهای امنیتی با معترضان به نتیجه انتخابات آن سال خطاب به مراجع تقلید نوشته بودند. به گفته آقای متحری محمد فرهادی نیز پای این نامه را امضا کرده و به همین دلیل میتوان این گونه برداشت کرد که او نیز جزو فتنه‌گران بوده است آقای متحری ادامه داده اگر مجلس به فرهادی رأی اعتماد دهد از خط قرمزهای اکثریت عبور کرده و متهم به رفتار یک بام و دو هوا می شود رخداد غیرمنتظره دیگر در جلسه رای اعتماد به محمد فرهادی نطق الیاس نادران نماینده نزدیک به جمعیت ایسارگران و از مخالفان سرسخت دولت روحانی در موافقت با وزیر پیشنهادی بود آقای نادران که پیش از این نیز در جلسه رای اعتماد به نیلی احمد آبادی در مخالفت با وی او را فتنگر خوانده بود دو دلیل عمده موافقت خود با محمود فرهادی را رفتار آقای فرهادی در مدیریت هلال احمر و دیگری مشی اعتدالی وی دانست که در هیچ حلقه تندرو مشارکتی و غیر مشارکتی حضور نداشته است الیاس نادران رأی موافق نمایندگان به محمد فرهادی را موافقت مشروط خواند و حمایت مجلس از وی را تا زمانی دانست که فرهادی سرباز ولایت باشد به گفته برخی طرفداران دولت یکی از دلایل مخالفت با وزیر برکنار شده علوم کنکاش در مورد نابسامانی و فساد در اعطای بورسیه های دولتی در دولت سابق بود که واکنش های بسیاری را برانگیخت حال مشخص نیست که آیا پیگیری این موضوع همچنان در دستور کار وزیر جدید قرار دارد یا خیر. عربستان سعودی و امارات متحده عربی روز چهارشنبه پنجم آذر ماه اعلام کردند که در نشست اوپک کاهش جدی در سقف تولید نفت اوپک را دنبال نمی کنند. روسیه نیز گفت اگر قیمت نفت به زیر 60 دلار هم سقوط کند، حاضر به کاهش تولید خود نیست. 166 مین نشست اعضای اوپیک روز پنجشنبه در ویان برگزار شد. نشست کشورهای عضو اوپیک برای گفتگو و تصمیم گیری در مورد قیمت و تناسب عرضه و تقاضای نفت در بازار جهانی امروز پنجشنبه 27 نوامبر در ویان برگزار می شود. این در حالی است که قیمت نفت از ماه جوان تا کنون یک سوم از قیمت خود را از دست داده است. علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی پس از دیدار با همتای روسیش گفته پیش بینی می کند که بازار نفت سرانجام به خودی خود متعادل شود وزیران نفت دو کشور در دیداری در شهر وین هیچ اقدامی را برای مقابله با اشباع شدن بازار نفت اعلام نکردند سهیل بن محمد المرزوی وزیر نفت امارات متحده عربی ضمن تاکید بر مسئولیت کشورهایی که عضو اوپک نیستند در همسویی با عربستان سعودی گفت قیمت نفت به زودی تثبیت می شود. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران نیز گفت بعضی از اعضای اوپک برای سهمیه خود رقابت می کنند و کشورهای تولید کننده خارج از اوپک باید در هماهنگی با اوپک برای کاهش تولید مشارکت کنند. آقای زنگنه گفته بعضی از کشورهای عضو اوپک توصیه می کنند که در شرایط فعلی باید از سهمیه اوپک در بازار جهانی نفت دفاع کرد اما همه کارشناسان انرژی معتقدند بازار نفت به نسبت تقاضای واقعی با مازاد عرضه رو بروست و سال آینده مازاد عرضه نفت بیشتر خواهد شد دولت ایران بودجه سال 1393 خود را بر اساس نفت بشکی 100 دلار تنظیم کرده است. علی طیب نیا وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی روز سهشنبه چهارم آذر گفت بودجه سال 94 بر اساس نفت بشکه‌ای 70 دلار تنظیم می شود. افت 23 دلاری قیمت نفت در فاصله ماه می تا اکتبر 2014 زیانی یک ممیز دو میلیارد دلاری از محل صادرات نفت خام به جمهوری اسلامی تحمیل کرده است. اگر قیمت نفت از ماه ژوئن به بعد همان 100 دلار می‌ماند، ارزش تولید نفت اوپک به 485 میلیارد دلار می رسید و با فرض صادرات نفتی روزانه یک میلیون بشکه کل درآمد نفتی ایران می توانست 14 میلیارد و 873 میلیون دلار باشد. خبرگزاری رویترز می نویسد کاهش میزان تولید نفت برای کشورهای اوپک که تولید کننده یک سوم نفت دنیا هستند به معنی واگذاری بیشتر بازار نفت به تولید کننده های نفت شل در آمریکای شمالی است. اگر این نشست اوپیک سهم تولید نفت اعضا را کاهش ندهد و سقف تولید فعلی را حفظ کند به طور ضمنی جنگ قیمت در بازار نفت را دومن خواهد زد و در آن شرایط عربستان سودی و سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با توجه به ذخیره بزرگ ارزی خود قادرند پیامدهای چنین شرایطی را تحمل کنند تا کنون از میان دوازده کشور عضو اوپک فقط ونزوئلا و عراق پیشنهاد کاهش سقف تولید را دادند وزیر نفت عربستان در این مورد اظهار نظری نکرده است. گری راس مدیر عامل شرکت انرژی پیرا گفته است حجوم نفت شل آمریکای شمالی به بازار موزه کشورهای اوپک را به شدت تضعیف کرده و سهم آنها را در بازار صادرات نفت کاهش داده است. برخی ناظران معتقد بودند که روسیه با سقف تولید 10.5 میلیون بشکه در روز و سهمیه 11 درصد از تولید جهانی نفت ممکن است با کاهش سقف تولید موافقت کند. تحریم های غرب علیه روسیه بر سر بحران اوکراین و سقوط بهای نفت اقتصاد روسیه را تحت فشار گذاشته است. اما ایگور سچین یکی از بلند مقامات صنعت نفت و انرژی روسیه پس از دیدار با وزیر نفت عربستان و مقامات ونزوئلا و مکزیک گفت حتی اگر بهای هر بشک نفت به زیر 60 دلار سقوط کند روسیه سقف تولید خود را کاهش نمی دهد. با توجه به نیاز شدید بودجه دولتی روسیه به نفت بشکه 100 دلار بسیاری از کارشناسان از قاطعیت روسیه برای به راه انداختن جنگ بر سر بهای نفت و احتمال کاهش بیشتر بهای آن تعجب می کند. در همین حال یکی از نمایندگان هیات های شرکت کننده در نشست اوپک گفت ممکن است این نشست به درازا بکشد کشورها باید توافق کنند حتی اگر لازم باشد دو روز بیشتر بمانند این برای بودجه کشورها مسئله مرگ و زندگی است اوپک در ماهای اخیر اعلام کرده بازار نفت در شش ماهه اول سال آتی میلادی با یک میلیون بشک در روز مازاد عرضه روبرو خواهد بود. 166 مین نشست اوپک در حالی برگزار می شود که دیدارهای مقدماتی با کشورهای غیر عضو از جمله روسیه و مکزیک نتیجه در بر نداشت. بر اساس سندی که منتشر شده سازمان تامین اجتماعی در روزهای پایانی سال گذشته توزیع 25 هزار سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را به نمایندگان مجلس سپرده است این سند را خبرگزاری ایلنا منتشر کرد و بعد از مدت کوتاهی آن را از خروجی خود حذف کرد سازمان تامین اجتماعی در 27 اسفند پارسال حدود نیمی از 50 هزار سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را به نمایندگان مجلس سپرد تا نمایندگان این سهمیه ها را در حوزه های انتخاباتیشان توضیح کنند اختصاص این سهمیه ها در حالی است که سهمیه بیمه این گروه از کارگران به طور معمول بر اساس نوبت ثبت نام و پس از تایید صلاحیت آنان توسط نهادهای سنفی کارگری و بازرسان سازمان تأمین اجتماعی در اختیار آنان قرار می گیرد. پیشتر رئیس کانون انجمنهای سنفی کارگران ساختمانی کشور از منتفی شدن سهمی بندی بیمه کارگران ساختمانی در بودجه امسال خبر داده بود. اکبر شوکت به ایلنا گفت به دلیل آنکه سهمی بندی بیمه کارگران ساختمانی در بودجه 93 ذکر نشده است، پرداخت سهمی بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه های ساختمانی صورت خواهد گرفت. قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی سازمان تأمین اجتماعی را موظف کرده است با منابع حاصل از فروش پروانه ساخت به کارفرمایان توسط شهرداری ها تمام کارگران ساختمانی را بیمه کند در حال حاضر به گزارش خبرگزاری ها در ایران 800 هزار کارگر ساختمانی بیمه شدند و همین تعداد نیز فاقد بیمه هستند خبرگزاری ایلنا روز چهارم آذر در گزارشی در مورد سند واگذاری های بیمه کارگران ساختمانی به نمایندگان مجلس که حذف شد نوشت به نظر می رسد این اقدام سازمان یافته در آستانه انتخابات مجلس به قصد کمک به نمایندگان در جذب آرا صورت گرفته باشد این خبرگزاری اشاره کرد اقدام سازمان تأمین اجتماعی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که نمایندگان مجلس از تابستان امسال در تلاش هستند با تغییر ماده پنج قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی شرایط جدیدی را برای بیمه آنها تعیین کنند بر اساس این ماده سازمان تأمین اجتماعی باید 7 درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی و بخشی از سهم حق بیمه را کارفرما از مالک دریافت کند به نوشته تبصره یک این ماده ما تفاوت ناشی از اجرای این حکم برای پوشش 20 درصدی حق بیمه سهم کارفرما بعد از اعلام سازمان تامین اجتماعی و پس از تایید وزارت کشور از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می شود. اما شورای نگهبان در سال جاری ضمن مقایر دانستن تبصره یک این ماده با اصل 75 قانون اساسی گفته بود مجلس در این تبصره درآمدهایی که از قبل پیش و محل مصرف آن تعیین شده را برای جبران ما تفاوت ناشی از اجرای این ماده در نظر گرفته است اصل 75 قانون اساسی میگوید طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می انجامد در صورتی قابل تر در مجلس است که در آن چگونگی جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد نمایندگان مجلس در مهر ماه برای رفع ایرادهای شورای نگهبان به حذف این تبصره رأی دادند اما شورای نگهبان یک بار دیگر این ماده را مغایر اصل 75 قانون اساسی اعلام کرد در صورت تصویب این تر بیمه حدود چهل درصد از 800 هزار کارگری که بیمه شدند لغو خواهد شد اکبر شوکت رئیس کانون انجمنهای سنفی کارگران ساختمانی کشور روز اول آذر در مصاحبه با ایلنا محرومیت گسترده کارگران ساختمانی از بیمه را به دلیل کسری منابع سازمان تأمین اجتماعی بر اثر تصویب احتمالی طرح مجلس دانست آقای شوکت با وعده و وعید دانستن قول نمایندگان مجلس برای جبران کسری منابع گفت نمایندگان در حال حاضر طرح را مسکوت بگذارند و هرگاه جایگزین درآمدی پیدا کردن آن را دوباره به جریان بیاندازند این خبر در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی از ابتدای امسال حتی یک کارگر ساختمانی را هم بیمه نکرده است در واکنش به این موضوع حدود یک هزار تن از کارگران ساختمانی روز 25 آبان در مقابل مجلس تجمع کردند دادسرای کارکنان دولت برای سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی قرار کفالت دو میلیارد تومانی صادر کرد وکلای کارگران شاکی در پرونده تخلفات این سازمان رفتار سعید مرتضوی در جلسه دادسرا را پرسش برانگیز توصیف کردند سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی به دلیل وارد بودن اتهام تصرف غیرقانونی در اموال این سازمان و شستا قرار کفالت دو میلیارد تومانی دریافت کرده است به گفته وکیل کارگران شاکی پرونده این قرار روز دوشنبه توسط دادسرای کارکنان دولت و برای جلوگیری از فرار متهم برای او صادر شده است مصطفی ترک همدونی یکی از وکیل کارگران شاکی این پرونده پس از جلسه دادسرا به خبرنگاران گفت در این جلسه اتهامات خیانت در امانت اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی تفهیم شد و پس از ارائه دفاعیات از سوی متهم برای جلوگیری از فرار و امکان دسترسی به متهم یکی از قرارهای تامین کیفری صادر شد مصطفى ترک همدانی، علی رضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار سه وکیل تعدادی کارگران از جمله کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار هستند که از سعید مرتضوی به اتهام اختلاس و خیانت در امانت شکایت کردند. این شکایت پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در آزرماه سال 92 که سعید مرتضوی را به تخلفات گسترده مالی بالغ بر میلیاردها تومان متهم کرد به دادسرای کارکنان دولت ارائه شده است تخلفاتی که مرتضوی آنها را رد می کند. از جمله موارد تخلف مطرح شده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس پرداخت هدیه به 37 نماینده مجلس مقامهای ارشد دولتی و برخی رسانه ها و انتقال سهام تامین اجتماعی در 138 شرکت ایرانی به بابک زنجانی در ازای دریافت مبلغی بیش از 4 میلیارد یورو است آقای مرتضوی این موارد را رد کرده است. او روز دوشنبه سوم آذر گفت مستنداتی ارائه کرده است که همگی نشان میدهد پرداختها به نمایندگان همگی از وجوه غیرشمول صورت گرفته و به نمایندگان داده شده تا به افراد مستحق یا بیماران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی که در حوزه انتخابیه قرار دارند پرداخت کنند. دادستان سابق تهران همچنین در مورد معامله با بابک زنجانی گفته هیچ مالی از سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی پرداخت نشده است مصطفی ترکمدانی وکیل کارگران شاکی از سعید مرتضوی روز دوشنبه تصریح کرد وکلای پرونده تخلفات سازمان تامین اجتماعی اتهام جدیدی به سعید مرتضوی وارد کردند که شامل اخلال در نظام اقتصادی کشور است با این حال سعید مرتضوی گفته هنوز تصمیم نهایی درباره صدور قرار تامین گرفته نشده و صدور آن به ارائه اسناد و مدارک از سوی او موکول شده است وی افزوده بازپرس پرونده با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت تصدی وی بر سازمان تامین اجتماعی دریافت حقوق و مزایا از این سازمان را مستاق تحصیل مال از طریق غیرقانونی دانسته است آقای مرتضوی گفته کل حقوق و مزایای من بر اساس مصوبه هیئت امنا 8 میلیون تومان بود که ظاهرا آقای وزیر جدید نامه نوشته بودند و از آن جلوگیری کردند و اصلا به من حقوق و مزایایی پرداخت نشده است سعید مرتضوی همچنین در واکنش به حکم محرومیت دائم از شغل قضاوت و ممنوعیت انتصاب به کارهای دولتی برای پنج سال که هفته گذشته توسط دیوان عالی ایران تایید شد گفت این حکم هنوز به وی ابلاغ نشده است این حکم در جریان رسیدگی به پرونده کهریزک برای دادستان سابق تهران صادر شده است. در پایان این برنامه طبق روال سری میزنیم به بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه که تحولات هفته گذشته این کشور را دنبال کرده و ما را در جریان آن قرار میدهد. جهان از پنج بزرگتر است این بخشی از سخنرانی آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مراسم گشایش کمیته های تجاری و اقتصادی سازمان کشورهای اسلامی است در این مراسم باز هم آقای اردوغان به انتقادهای خودش از سازمان ملل متحد ادامه داد و گفت که سازمان ملل متحد به ایگر فرم واقعی نیاز داره ولی چه حاصل که جهان محکوم پنج کشور دارای حق به تو در این سازمان هستش رئیس جمهور ترکیه گفت که وقتی به ساختار سازمان ملل متحد نگاه می‌کنیم آیا می‌توانیم بگوییم که در شورای امنیت عدالت حقیقی وجود داره مخالفت یکی از این پنج کشور موجب قف شدن تمامی راه حل‌ها خواهد شد به واقع نخست این نخستین بار نیست که آقای اردوغان ساختار سازمان ملل متحد و شورای امنیت رو به چالش می‌کشه شاید بشه گفت که این نگاه انتقادی و تقابل دیدگاه آقای با شورای امنیت و سازمان ملل بیشتر ریشه در حوادث منطقه داره از زمان رخدادهای مصر و برکناری دولت محمد مرسی های اروان اعتقاد داشت که در مصر بر علیه دولت اسلامگرای مرسی کودتا صورت گرفته و جامعه جهانی در مقابل اون سکوت کرده موج دیگه ای انتقادات اردوغان برمیگرده به رویدادهای سوریه او به ویژه معتقد است جهان و مشخصا سازمان ملل متحد در قبال فجایعی که در سوریه میگذره بی تفاوت شده نهایتا مجموعه این انتظارات است که آقای اردوغان از سازمان ملل متحد داره که باید گفت امروز به یک دیدگاه تقابلی خیلی شدیدی در برابر این سازمان و شورای امنیت تبدیل شده اما باز هم در مورد آقای ارغان صحبت میکنیم چرا که سخنرانی این هفته او در مراسم انجمن زنان کادم با کنش های زیادی در میان رسانه های داخلی و خارجی داشت نهایتا پس از بازتاب گسترده سخنان آقای ارغان خود او روز چهارشنبه با انتقاد شدید از این رسانه ها عنوان کرد که سخنانش تعریف شده او گفت که سخن او مبنی بر این بوده که بین زن و مرد نه بلکه باید عدالت برقرار شود اردوغان گفت برخی از رسانه ها با انتشار انتهای سخنان کاملا واضح و آشکار من اون رو تحریف کردم و بسیار متفاوت منعکس کردم اون گفت که در طول چهل سال مبارزه سیاسیش همواره از حقوق و جنبش زنان حمایت کرده و کسانی که سخنان اون را تحریف کردن باید ابتدا به خود و اعمال خود نگاه بکنن اما گذشته از سخنان آقای ارغان و حواشی اون روز جمعه ترکیه میزبان پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان بود هدف سفر پاپ فرانسیس آنطور که عنوان شده گفتگوی میان ادیان هست در این سفر همچنین وضعیت کنونی مسیحیان منطقه و وضعیت مسیحیان ترکیه مورد بحث و گفتگو خواهد بود 2700 پلیس در ترکیه از زمین و هوا هم ماموریت تأمین امنیت ورود پا فرانسیس به ترکیه رو بر عهده داشتن و ما در پایان به گزارش روزنامه سبا اشاره بکنم که در خبری تحت عنوان یک اجلاس عالی تاریخی یک توافق بزرگ با این تیز اشاره میکنه به سفر جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا و می نویسه که جو بایدن در سفر اخیرش به ترکیه گفته که در خصوص سوریه بدون اسد با ترکیه موافقیم و موافق خواهیم ماند و امریکا به یاری های ترکیه بسیار نیازمند است. بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه های ما را میتوانید در وبسایت ما به آدرس ایران فردا لایف.com دنبال کنید. از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com/ ایران فردا تیوی نتورک با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید. فردا هم در همین ساعت منتظر شما هستیم تا دیدار دیگر بدرود.